برادران و خواهران عزیز من، امیدوارم که همه جای این جهان هستیم خوش باشین. برادر خواهران گیلونی دوستتون دارم، با درود و فراوان به حضورتون بمم، خدمت شما ایستم. بار دیگر برنامه کلگه به شروع کنیم. امیدوارم که هر جایی جهان هستین شما خوش بگذره. ایمان دارم که هر جایی هستین خوش گذره. برنامه دومی است که مشروع بودم، امیدوارم که همه صحبت خودمانی که همدیگر هم کردیم با هم بتونیم یک کلگه بیبریم. به هر حال گیلونین عزیز، خیلی خوشحالم که از تلویزیون با شما صحبت کردم. امیدوارم که این تلویزیون شادی روزی جهانی ببون، روزی با توی ماواره که بتونیم بهتر هم دیگر هم صحبت بکنیم. دیروز یه جایی سوم، این روزون خیلی آدمون همش سوال کنن که آیا یه همه جنگایی که داری جهان بودره، سوریه تو بودره، ندونم مردم آفریقا داغونا بودرن، آیا خدای وجود دنه که ایشون نگاه بکنه، ایشون دیدره یعنی واقعا خدا؟ مو بیشتر جوابی که داشتم می بود که امو انسانون به حدی خودخواهیم، همیشه خانیم که برای خودمان همه چیز بداریم. مثلا در آفریقا خداوند اینقدر الماس هدفشونه، اینقدر بهشون ثروت هدف زمینه، ولی انسانهای خودخواه شنن چی کنن؟ شنن برای الماس بیشتر بگیرن، پول بیشتری در برن، شنن خودشونه مردم او را اذیت کنن و شنن پول او را الماس او را بگیرن که مردم بدبخت بون. بعد همون تقصیر نینیم خدای سر کنیم، خدا کرایی سر، یعنی خدای وجود دانه که ایشون دیره. بله خدا چی بکنه یاره؟ خدا برای ما چی کار باید بکنه؟ وقتی ما برای نفت از این سر دنیا شنن برای کشورهای دیگر که نفت او رشه بگیرم، پول او رشه بگیرم، مردم بدبخت کنم، این خودخواهی من انسانه که بیش از حد خودخوام، همه چیز برای خودم خانم. چرا یه ذره قلبایمونو بازان نکنیم؟ چرا از خدای خودمون نخنیم که واقعا خداوندا این لعنت و گناهی که به کشور ما به ما تو با دستای تو بگیر؟ چرا یه ذره به طرف خدا نشینیم؟ این روزون هم که داب بابا همه جا که خدای وجود ندنه، یه عرفون چیه نشون همه چرت پرته. یا مردم تینیم نگاه کردیم مثلا او آقا پول دانه، خیلی پول دانه، چرا ما هم ندارم؟ همیشه همدیگه نگاه کنیم که بخاطر سبقت گرفتن از همدیگه بخواییم پول بیشتری بداریم، ولی واقعا ایتو نیه. به مردم نگاه نکنیم، رای خودمون هیچ وقتی اینی کلاغ و گنجش که مونه، کلاغ بوشه و گنجش که نگاه بکنه را رفتنش هم فراموش آگوده. کلام خدا در یه رگونه که به سبب بدکاران خود را آزرد خاطر مکن و برای آدم های شرور حسد مبر، آنها مانند علف بیدوام به زودی پژمرده شده از بین خواهند رفت. ما واقعا باید نگاه نکنیم. کلام خدا اینقدر از این کلمات دهنه که امر یاد بده که واقعا به مردم نگاه نکنیم. یک میسیونر آمریکایی بشود در جزیره فوجی، مردم اون شهر همه مشروب خور بون، عرق خوردن، خوشنبه همش در عرق خوری و مستی به سر برده دون. ولی بعدا شون که خونه، وقتی آدم که دونی مسته کنه عرق بخوره بشون خونه چی کنه؟ زن همه دواگینه، زک همه دواگینه، هر کس خانه بالاخره چرت پرت گونه. اینقدر ای تو بابو در او شهر مردمان همه مشروب خوردن، کار نودن، دعوا گیتن، جنایت زیابو، چهارت زندون رو بازه بابو. در این چهارت زندون همه مردم، خب وقتی یک شهر که ای تو بابون هم بوشون زندونیم هین، خب شهر کسی نیست کار بکنه که، همش یا مشروب خوری یا دعواگیری یا بیکاری چیزونه. 300 نفر از مردم او شهر بیرسن مسیحی بون، بیرسن بودن که خدای امون روزه و روزه گینیم و دعا کنیم. 300 نفر به زانو بکتن در به درگاه خدا دعا بودن.
گفتم خدای همه شهر کشور از این لعنت که به وجود ما بیرون بر. 300 نفر وقتی به طرف خداوند برای یک شهر، حتی برای یک کشور زانو بزنن به طرف خدا، خداوند همیشه برای این سنون آماده که خدمت بکنه. برای اینکه خداوند امر دوستانه، خداوند امر اشرف مخلوقات بوده، تمام زمین و حیوانات ادا که انسان نام بنه، اینقدر ارزش دن برای خداوند یک انسان. چرا خداوند ایگونی اون چرا نزینه یک تن نکوشنه؟ برای اینکه خداوند نخانه کسی بکوشه، خداوند خانه همه کس نجات پیدا کنن. این 300 نفر وقتی دعا کنن خداوند برکات و نعمت اینقدر ریزن وره، رودخونه هایی که خشک آب و پر از آب بنه، رودخونه هایی که بی مایی بو مایی فراوان بنه، کشاورزانی که کشاورزیشون خشک آب و آب بارون نما بارندگی بو، هویجی که اور درمه، کلمی که درمه، هر سبزیجاتی که درمه بیش از حد برکت داشت. فقط به خاطر که مردم زانو بزین به دعا بودن و از خدا بخواستن که ای خداوند واقعا لعنت از شهر ما بر بیرون. الان او که او شهر نه زندون دنه، چهار تا زندونش دوسته بود، همه برکتشون بیش از حد بود، کشاورزی اینقدر خوب بوده که مردم دنیا از جای کشورهای دیگه شنن واره ببینن که چطوری ایشون کشاورزی اینقدر خوبه، چطور اینقدر محصولات عالی عدینه، در صورت که همه کشاورزان گونه آقا از دست ما نبو که این برکت خداونده که به ما ده، بله همون نه کودی بزیم به این زمین نه ایچی، خداوند تمام این برکات به ما ده، ماهیگیری فراوان بود. یعنی وقتی ما الان در کشور خودمون لعنتی که در کشور ما نه، اگه مسیحا هر کسی نه مسیح بون، هر آدمی در هر قشری هر دینی باوری که دنه، اگه واقعا از تای قلب زانو بزنه به درگاه خدا دعا بکنه، یه جمعی با هم دعا بکنن، خدای لعنت از این کشور بگیر. چرا الان گونیم همه کشور می مردم همه جوانای 15 ساله 20 ساله سکته کنن، سکته مغزی، سکته قلبی؟ ما که قبلا این چیزو نداشتیم، الان چرا همه این چیزو ندنیم؟ برای اینکه لعنت در اورنده. این همه ثروت خداوند ما را داد، عوضی که از این ثروتون به نوع احسن استفاده بکنیم، برای خوب استفاده بکنیم، همش برای منفی استفاده کردیم. همیشه خانیم سر همدیگه رو کلا بنیم، همیشه خانیم که جیب همدیگه رو خالی بکنیم، پای همدیگه رو خالی بکنیم، خانیم همیشه دروغ بگیم، با ریاکاری خانیم بشیم جلو. ولی ما که ایرانیان ایطوری نبیم ایج وقت، ما که قلبامون خیلی عالی با همش آدمای پر از محبت بیم، به مهربانی و محبت و میمونداری معروف بیم. چرا باید این روز دکیم الان؟ همه ایرانیان آواره تمام دنیا بگون، همه جهان پراکنده بگون، چرا این روز باید باییم؟ بس بیایم قلبون همه همه قلبون رو بازا کنیم. وقتی قلب تو بازا کنی به طرف خدا، نگو که خدا وجود ندنه. من همون شاپوری هستم که قبلا بوم، ولی الان عوضا بوم. چرا عوض آبان؟ برای اینکه به خدای واقعی ایمون بردم، به عیسی مسیح. موفقه خانم که یک بارم با یک بار اگه انجیل از تلویزیون گوش دادرین، کسی انجیل به شما خونده داره، یک لحظه رومول کنترول رو شمیشه بر نگردانین، پنج دقیقه بایستیم به او انجیل گوش بدین، حتی ای کتاب داستان هم با کتاب انجیل بخونین، ببینین خدا چیگونه شماره. خداوند پر از محبت در کتاب مزامیر داوود، در همه جا خداوند در مزامیر داوود 146 گونه که ای جان من خداوند را ستایش کنید، آری تا زنده ام خداوند را سپاس خواهم گفت، تا نفس دارم خدای خود را ستایش خواهم کرد. بر رهبران انسانی توکل نکنید، آنها همگی فانی هستند و قادر به نجات دادن نیستند. وقتی آنها میمیرند به خاک باز میگردند و تمام نقشه هایشان نقشه برام میشود. چرا با همون به این سنون خندید؟ الان درست رهبران ما شاید کارهای اشتباه کردن،
ولی چرا هموشون هم نگاه کنیم؟ چرا ما دست به دست هم ندینیم که زندگی خوبی بداریم، شادی بداریم؟ چرا خودمون اصلا با هم مهربون نبنیم، با هم محبت نبنیم؟ چرا با هم جنگ دنیم؟ به خاطر چی؟ به خاطر یه لقمه نون بیشتر؟ به خاطر یه پول زیادتر که برای ما با؟ پول حلال مشکلات همیشه نیه. درست پول خوبه، برای اینکه تا پول نداری من یک کاری انجام بدی، ولی کلن زیاد خواهی انسان به سقوط دوینه. واقعا زیاد خواهی انسان به سقوط دوینه. این کلام خداوند دو نفر رفیق بون، کلام خداوند یه نفر مسیح بود، یه نفر اصلا بیدین ایمان بود، قبول نداشت. هرچی اینو گفت که آقا این کلام خداوند بخون. او آقام دکتر بود، گفت نه، روی علم خودش گفت که نه، مو اصلا نخونم بگینه بخونم. چون بعضی موقع همون انسانون بر علم ما، بر ثروت ما، بر جا و جلال و مقام ما ارزش بیشتر نینیم. اونم مثلا ما که مقام دنم چی احتیاج دنم به خدا؟ که قد ما پولش دنم، مقامش دنم، همه چی دنم؟ نه، ایطوری نیه. همه چیزی بداری ولی در درون آدم خالی. تا به خدای زنده ایمون نریم، تا خدای اصلی نشناسیم، او خدایی که واقعا خدایی که زنده، تا اون نشناسیم قلبمون بازنده بانه، قلبمون سنگه، اون رحمون ندنیم. چون خداوند وقتی به خدای زنده ایمون نبینیم، به عیسی مسیح ایمون نبینیم، زندگیتون اصلا تغییر کنه به طور کلی. ما خب مشاوری نبون که بام جلو تلویزیون بایستم بام صحبت بکنم در رابطه با کلام خدا صحبت بکنم در رابطه با، البته مو تلویزیونی نیم، شاید برنامه که خم اجرا بکنم پروفشنال نیم، ولی در همین حد با شما صحبت کردم. خانم که واقعا شمالیم، بخصوص مردم گیلون، ما یه مدت مردم گیلون رو گفتن کمونیست نامه، ولی الان گفتن بی خودان. خب موقع کمونیست بون بی خدا بون، الان خدا رد کنی، ولی این خدا که همه چیز ابینه. چرا یک بار آزمایش نکنی؟ یک بار به زانو بنانیم که ای خداوند، ای خدا، این لعنت و گناه از زندگی ما ببر بیرون. بذار مو دفعه دیگه بام ایده زیادی تلفن بکنم، بگن آقا همو زانو بزیم به طرف خداوند دعا بودیم، خداوند این گره از ما باز اوده. مو ایمون دنم به نام عیسی مسیح، هر چیزی که شما بخواین، هر چیزی بخواین به نام عیسی مسیح دعا بکنین، نگونم حتما او چیز بنه، ولی خداوند ایمون دنم که خدا قادر مطلقه، خداوند گره از گرفتاری های ما باز کنه. مشکلات همیشه نه، چون در این زمین غیر ممکنه تو مشکل نداری. تا توی جسمی سای مریض آبانی، بدبختی کشنی، گرفتاری کشنی، تا موقعی که از این دنیا، ولی وقتی از این دنیا باشی دونی کور شو داری، دونی یقینا کور شنی. الان شاید یه نفر بگو بابا تو نم یه چیزایی گوته داری، باز نمیدونم جهنمی هنی، نمیدونم منالم چیز هنی. اصلا خداوند اگه قانون نداره جهنم هم ما قبول نداریم فلان، قانون همین دولت ها رو نگاه بکن. ما الان یک دونه ماشین پر از سرعت با موتور قوی بنشم میره رانندگی بکنم، اگه قانونی وجود نداره چی بنه؟ با سرعت 120 کیلومتر بشم، 300 کیلومتر بشم، هر کس بزنم، تصادف بکنم، بزنم اینور اونور، همینجوری بشم بی خیال، همه قانونی وجود نداره. خب هرج مرج بنه. خب قانون الهی هم یه قانونی دنه، هر کاری میدیل بخواه که من نیم بکنم. درست خدا ما آزاد آفریده، ولی آزادی هم بالاخره یک حدی دنه. آزادی هم اون نیه که مثلا ما بخواهم همینجوری هرچی دلم خانه، هر کاری دلم خانه بکنم. تینم معلوم بشه مثلا هر کاری میدیل خانه بکنم، بگم بله. خب خدا که پر از محبت، خدا که پر از بابای آسمانی گوته داریم، خب کار از محبته که کاری به ما نداده. نه، خدا هم خودش قانونی دانه برای خدا. همین که مملکتون قانون دانه، وقتی برای تو ماشین نشینی، سوار ماشین شنی، گونه آقا این خیابون می تو 35 مایل تینی بشی، اکتیمنتینی 60 مایل بشی، منونم
ایر استبساید ننه باید بیستی. خب قانون الهی هم کچه قانون دنه. خداوند راه و روی همه باز آوده. یه جاده ایست مستقیم باز آوده برای تو. برای من. برای همه انسان. ولی یه قانونی هم وجود دنه. من نخوانم هرچی می دلخانه هر کاری می دلخانه بکنم. ایچی نبنه. ولی گیلانین عزیز خیلی شما رو دوست دارم و خیلی خوشحالم که در برابر دوربین نیستم با شما صحبت کردم. حقیقتا خیلی خوشحالم. لایجانین بخصوص لایجانین عزیز که الان مدیه دارن گونه اوه شاپور خودمونیه. بله شاپور خودمونه. خیلی خوشحالم که واقعا پشت دوربین نیستم با شما صحبت کردم. به هر حال زیاد صحبت بودم. یک بریک کوچیک گینیم برگردنیم دوباره. هستی بهار و گل پامچار اون چه بکنه دیشته به تار و روز نو سال از لوشن بر خومن و لاهی جن و ماسار سر تا پا گلی گل نشه گفتن نشه گفتن عشق لو بیجین و دوباره تا خوب فرس پوشت به انگون کاره ایا برن هم دن الله بداره 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 شیدی هم تیاران گیلان تر قربان تر قربان قربان تی دریا و تی روح و تی بماران
لودکم یعنی نصف شبان و کرماتا مرغ بیش کرتش زنی انزلی برده دل واهی لقه تاق دینه پرزن افتاب دنیا یبشم دیدن بیری تسیان تسیان گیلان تره قربان تره قربان قربان که دریا و دیگوزی گمارا چاویو بجو ماهی و نوغان بنازم کی عشق و تی پیوند به ایران بنازم کی حشمت و کی مرد کچی خان بنازم جنگل خاموش و تی دریای خروشان گیلان دره قربان قربان تی دریا و تی گرب و تی گماران لطکم یعنی نصف شبان و کرماتا مرغ بیش کرتش زنی انزلی برده دل واهی لقه تاق دینه پرزن افتاب دنیا یبشم دیدن بیری تسیان تسیان گیلان تره قربان قربان که دریا و تی گرب و تی گماران چاویو بجو ماهی و نوغان بنازم کی عشق و تی پیوند به ایران بنازم کی حشمت و کی مرد کچی خان بنازم جنگل خاموش و تی دریای خروشان گیلان تره قربان قربان تی دریا و تی گرب و تی گماران خیلی خوشحالم زکان که چی میمه صحبت بودم واقعا خیلی خوشحالم تا هفته دیگه برنامه دیگه دوباره بم به حضورتون واقعا شادم بخصوص گیلونه بدیم لایجونه بدیم همه شما رو به خدا سپرنم دست خدا با شما باشه مرسی خدافظ